سلام به همه شما بیننده ها و شنونده های عزیز که ما را از دریچه هزار وارد بیننده و شنونده هستین. من شیرین هزارم، میزبان یک مهمان دیگر با روایت های زندگیشان با شما هستیم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشید و قسمی که من آگاهی از زندگی خانواده دارم، شوهرشان در حکومت پیشین در قطعه خاص بودن و با آمدن طالبان مشکلات زیادی را دیدند که از جمله مجبور شدند که مهاجرت کنند. بیشتر با خود غار ما صحبت میکنیم که چه مشکلات را دیدند و چه تغییرات در زندگیشان آمدن با آمدن طالبان. سلام، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدین. برای ما بگوین که وقتی که می طالبان آمد کابل گرفت یا می افغانستان گرفت، زندگی شما چقدر تغییر کرد؟ شما چقدر مشکلات آمد در زندگیتان؟ در زندگیم خیلی مشکلات های سخت آمد دیگه، خیلی تغییراتی بد آمد. وقتی که مخانه شیش و دست کار بیکار شد، شرایط های خراب آمد، دست های از مود دیگه. با شوهرتون چی کار میکردن؟ شوهر ما در حکومت پیشین دیدن نظامی بود، در قطعه خاص همیشه قد خارجی ها بود کار میکرد، در جایی که بود قد خارجی ها بود. خیلی دیگه سر از ما تغییرات خیلی سخت آمد برای ما. با شوهرتان تقریبا چند سال در نیرو نظامی بودن؟ هفت سال هشت سال بود، همیشه قد زوری قد خارجی ها بود دیگه. باز وزیفشان کابل بودن یا ولایت بودن؟ گای ولایت ما رفت، گای کابل بود، زوری ولایت ها بود. باز وقتی که همی کابل سقوط کرد، شوهرتان در کجا بود یا در کدام ولایت وزیفه اجرا میکرد؟ ولایت بود در کابل که نبود، بویلمن بود، غزنی بود، کجا بود، مصد در ولایت بود دیگه. در ما زنگ زد که کابل سقوط کده، ولایت ها سقوط کده، گرفته دیگه، مازی به خود باش، مازی بچه باش دیگه. ما خوش امکانه نبود دیگه، ما در بین ترسنی تو زندگی مکنی دیگه، به ما خیلی وحشت داشتی دیگه. ما وسایل هایش را در ما زنگ زد که چیزی که وسایل ها از در خانه از ما هسته دیگه، اونا را از خانه بیکش دیگه، ما زیب خود آلادای خم باشه. ما مردوی درار در بیرار خود زنگ دم، بیرار خلا باشه، بیرار خود گرفتم، یک دانه تاکسی گرفتم. اما وسایل مردی که مثل زوری وسایل های خارجی بود، خیلی چیزای خوب هم بود. اما رو بردی درار دستم نکو شهر گاجی نوی و اونجا بردی گر گده. همین وسایلی که میگین شامل چی چیز بودن که؟ از قبل کامپیوتر بود، چراغ برقای لیزری کلان کلان بود، خیلی چراغ برقای بود که نزی سر کوچه تا کوچه رفت مزیدی بخیر روشن مکرد، بخیر آدم شناسایی بشد. با شما وسایل گفتیم که گور کردین در بغل کو، باز تا به حالای چه از خبر ندارین دیگه؟ همون جمان ده همون جمان دیگه بر نتستی دیگه، قبوشت نرفتی دیگه. اگه دوگاه بر کده پنم دیم خودون میکرده اصلا قبوشم نرفت، چون مده خطر بود دیست از اون. با شما گفتین که وقتی که می کابل سقوط کرد، ولایت ها سقوط کرد، شوهرتان در خانه نبود، کجا بودن باز؟ ولایت بود که در کدام ولایت بود، یا هلمند بود یا غزنی بود، زوری بود در هلمند اونجا ما رفتن. با چه وقت آمد خانه؟ وقتی که طالب سقوط کرد کابل گرفت، وقتی با آمد خانه. خانه آمد دیگه، خانه شیر شد دیگه، وقتی رفقایش هم از زیاد مردم های پشتانشین بود و زنگ مکد که بیا پس در این حکومت بوری شامل کنید دیگه. مردی که از خاطری که از طالب خیلی بیم وحشت داشت، چون از راه ها خیلی از یاد آزار میخواد میگوشت، از او هم بیم داشت دیگه. بخاطر از را بدن خیلی هم دل نه، از رفقای خیلی نه تست که رفقایش پک پشت زبان بود. گفت اگه یا طالب هم مرده گیر بیدی از بین ببره، یا می رفقای مرده گیر بیدی از بین بیده ببره، بخاطر از را بدن نه. باز دیگه کلان خانه بودن دیگه؟ کلان خانه دیگه. پس اون خانه میشتن هم تست همزی قومی های خودون مردم های از ری خودون راپورتر کرد. یک دفعه که راپورتر کرد که طالبو احمد خانه را تلاشی کرد که کجای قماندان، کجای چقدر میماد و امکانات دولت در پیش ما هست، ممکنی موید قماندان را نمینخشی. اون دفعه که رد کدی رفت، پس نه دفعه دوباره که راپورتر کرد، امی وکیل کچی ما راپورتر کرد. راپورتر که دم یک چای سوب مو در مو خوردی، هم سر چای مو چند شش دی چم لاشتی دی اما درگاه تایلان هم کرد که در واس کدی، مو در واس کدی اصلا مرتی که هم سوب در خانه بود، در خانه بود در و خدا لوت کرد که اولی مو دو در داشت، یک درشی طالبو در مد از یک در دیگه شما در و مرتی که خرد کچه دیگه تو خودم که طالبو نبود در و از او در بور کدیم، مرتی که داخل دکان بود. اون
داخل دکان رفتم دون طالبو آمد خانه رو تلاشی و دیده طالبو رفت دیده اون دفعه چیز نمیدن نفس پس همی خانه تلاشی های عمومی هم خانه تان آمد طالبو آره. خانه تان تلاشی؟ اون دفعه هم خانه ما آمد تلاشی اون دفعه قد وکل کچه قطی هم داد قد وکل کچه قطی هم دادم خانه ما تلاشی بده چی بود نفس همی شوار من رو پورتر کردن برای طالبو گفتین وکیل کوچه چرا وکیل کوچه رو پورت کردن اونو از قوم هزاره بودن یا از قوم دیگه بودن؟ آره از قوم هزاره بود وکیل کوچه دیگه مرتی که از من در یک وقت در خانه بود یک دو موتر من بین خود رو در دون دروازه بود همون در پورت بود همونج موتر تکر کرد موتر تکر کرد یه قومی از این وکیل کوچه بود یه غیر دیست من زبده بغالی از اون یه مرتی که از من گفت همین رادلانه گفت همون قومی های همز مردک دیگه را وکیل کوچه را قار شد گفت که چرا گفت تو غیر قانون هم دی غیر دیست هم دی تو ملامت هستی یکی موتر هم از یه وارس کده تو هم ملامت هستی تو غیر دیست هم دی دازو وکیل کوچه سر مرتکی از من قار شد قار شد و رومو کنر در بلخ نگاه کرد نگاه کرد طالب ها کمد را قور زیر کرد خوی اتفاق دوران جمهوریت اتفاق افتاده آره در دوران جمهوریت اتفاق افتاده تا امروز نرد دیگه وکیل کوچه یه دایمید نهد دیگه یعنی طالب ها کمه دی راپورت تر کرده یعنی طالب ها قدر نزی تلاشی عمومی سی دفعه در خانه اسم مونده باز هر دفعه کامه در چی از خانه تان بیرون ندست؟ نه نه لطف با یه چی بیرون ندست از خانه تان با شوهر تان هر دفعه که می آمدن شوهر تان بیرون می رفتن دیگه فرام می گرن آره اونو دیگه کون رایل شد دیگه مو سی دفعه آمد خانه اسم تلاشی آمد گای قماندان سوال میکرد که کجای دیگه گای جگر بول سوال میکرد که کجای دیگه و مو تم میمد را پاتر کرد دیگه که یک پشت از مورو کشن آیل فرم زنجی دیگه پراغندشتی رفتی طرف قزنی رفقا و دستای مرتکن زنگ دید که جان دو خطر قابلشت نکن یک پشت از دور گرد یلن هم کنی بیا طرف قزنی اون کجا آورد طرف قزنی بازی قزنی ولایت خودتون هستن که آمدن یا که؟ نه نه ولایت قزنی ولایت خودتون یا خودم از میدان وردک با شما چطور میدان وردک نرفتین که به آمدین غزنی؟ ای میدان وردک همون شد که را خور ما خور تیرم پر دیگه اینا ری نفرها یعنی خور دیگه که پر را خوری یعنی خودون مردم از را خور تیرم کنم مرد که منال خوش در غزنی و خودانی خوشی مسافر در ایران مانه پناه در ایران آورده مخصوصه یک کار بار مکنه که خرج مصرف از مرده یقنه را یکنه باش شوهر تان دیگه اما جیران است فقط کار عادی میکنه که همه خرج مخارج خانه آره هم کار میکنه که همه خرج مصرف از مورد غزنی که آمدین احساسی امنیت میکنین با مردم عادت کردین چطور است؟ خوبه خوبه از کابل که دیگه بهتر است تا بولی که داخل ما خور تیر نخده یعنی اینجا است اقتالاده خوچی هم کنه نیسته اقتالاده خود بیغم تا بولی که کس را خور مرتیر نخده پس در غزنی ایت نامده طالب بوده؟ نه در غزنی تا بالا که در سر مونه بوده خب تشکر سلامت باشین از اینکه به برنامه ما آمدین و قصه های زندگی تشکر از خودان که هم که اول از ما رو میگرید از ما رو سر میزنید در دل میکنید در دل از ما رو خالی میکنید دیگه اما قصه که اول از ما رو میگرید در شما درد نکنم سلامت باشین